اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. گلوله فروری بر پیکر رفیق، مردی که در تمامی این سالها در سرزمین وحشت بین النهرین بی ترس از تمامی مزدوران از جاده حقیقت بیرون نرفت. عدنان و هاشمی از دوستان یک دله بودند. عدنان یک چند پیش به جاودان سرا پیوست و هاشمی صدایش را در شام تلخ مرگ و جهالت تا آسمان کوفه و اربیل پرواز داد. دستور قتل او را سید علی در گوش نوکرانش آواز داد. دیشب او در خانه مجلل لطیانش با منظر بهشت مهمان مشتبه بود. یک پهلوان دیگر در خون خود شناور شد و حضرت نیابت آقا از نشئه مضاعف در حال و روز دیگر شد. دیروز بختیار و شرفکندی آنسو، قاسملو برومند با قادری و فرخزاد بر خاک پار در خون رفیق حریری، امروز هاشمی قربانیان دولت اسلامند از نوع ناب و خونینش. علیرضا نوریزاده، پنجشنبه 18 ماه ژانویه، عیداد ژانویه در سال نو اومد به این سرعت و 28 دی ماه بهمن نکبت هم داره میاد، نکبت جمهوری جهل و جور و فساد. چند روز پیش با دکتر سازگاره عزیز که امروز در خدمتش هستیم صحبت میکردیم بر سر این که ملت های دیگه شاید با امکانات کمتر از ملت ایران از نظر اراده، نیرو، انقلاب مشروطه، ملی شدن نفت، اون روزهایی که ما دیدیم تحولات، تونستن شر رژیم هایی رو که احوال و اطوارشان کم و بیش شبیه رژیم ولایت فقیه بود منتها ایدئولوژیشون آسمانی نبود، شر رو اینا رو بکنن. چرا ما نتونست؟ بحثی شد و دکتر سازگارا گفت خیلی خوبه که ما تجربه اونا رو بررسی کنیم، بریم بذاریم جلوی چشممون. برم گفتم معرکت جان از سخن از زبان ما میگوی، حالا از خودشم خواهش خواهم کرد که ما بیایم یه نگاه دوبارهی به این تحولات، انقلاب ها، خیزش ها، چجوری مردم اوکراین میتونن شر اون گند استبداد رو بکنن، چطور در اروپای شرقی، آلمان شرقی، چرا این اتفاق برای ما نمیاد، حتی در یوگسلاوی که چند پاره میشه حداقل 4 تا حکومت دموکراتیک از توش میاد بیرون. بالتیک، لیتوانیا، لتونیا، استونیا، مجارستان، چک ریپابلیک، اسلوواکیا، تمام اینا رو آدم میبینه، بلغارستان، آلبانی که امروز شده گردشگاه اروپایی. درود بر دکتر سازگارای عزیزم. عرض
سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. خیلی ممنون از مطلبی که باز کردید و مساعدتی که تلویزیون ایران فردا به جنبش مردم ایران کرده و میکنه. بله، همطور که اشاره کردید، مقاومت مدنی کارنامه درخشانی داره، بسیار موفق تر از برخوردهای خشونتبار و جاهایی که دست به اسلحه بردند برای به زیر کشیدن دیکتاتوری ها. توی لیستی که اشاره کردید باید از آمریکای لاتین هم یاد کنیم، امثال پینوشه در شیلی یا به خصوص آرژانتین، اون شورای نظامی که به قدرت رسیدن بسیار خشن بودن. شاید هیچ کدام از این دیکتاتوری ها، حتی جمهوری اسلامی یا کمونیستای قداری که در شوروی و چین قتل عام میکردن، هیچ کدام به خشونت اون شورای نظامی نبودن. بیش از 3000 تا آدم فقط ناپدید شده. اصلا کسی رو به جای دستگیری یا زندان یا حتی اعدام صاف میگرفتن و ضربه نیست میکردن. ولی مقاومت مدنی در اونجا هم به پیروزی رسید. فیلم میسینگ یادمونه، فیلم میسینگ که دیگر درخشانتر بله. جکلمون بود و یادمون هست. بله، به هر حال ببینید، صحبتی که حالا خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، صحبتی که آقای دکتر نوری‌زاده و من با هم دیگه داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که چه خوب است که ما تجربیات کشورهای دیگر رو بیاریم نشون بدیم، روندی که رفتن، نکاتی رو که رعایت کردن یا نکاتی رو که رعایت نکردن و چگونه پیروز شدن در بیش از 60 جنبش مقاومت مدنی. مبارزین به پیروزی رسیدن در تقریبا 50 سال گذشته، شاید اگر از پرتغال شروع کنیم تا امروز، و کارهایی رو کردن که هرگز مبارزه مسلحانه و خشونتبار توفیقی نداشته. و بعد مهمترش این که این روش مبارزه بهترین مسیری است که بعدش مردم میتونن حاکمیتشون رو اعمال کنند و دموکراسی جایگیر بشه. البته نه که در پاره از این کشورها مشکل پیدا شده بعدش، ولی از این حیث هم کارنامه درخشانتری داره مقاومت مدنی که با بزیر کشیدن دیکتاتوری ها، حالا چه ایدئولوژیک باشه مثل کمونیستا یا دیکتاتوری نظامی باشه یا مخلوط اینها و غیره، یا نجات پرستی مثل رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و غیره، مقاومت مدنی بعدش در استقرار دموکراسی خیلی موفق‌تر بوده. یه کتابی هم خانم ماریا استفانو چنوت نوشتن و رفتن با عدد و رقم جمع‌آوری کردن، تحقیق کردن و نشون میدن که از این حیث هم مقاومت مدنی کارنامه خیلی درخشانتری داره. بنابراین با دکتر نوری‌زاده که صحبت کردیم، گفتیم که خوبه که یک برنامه تلویزیونی باشه، ما بتونیم فیلم هایی رو که موجوده، عمدتا مؤسسه ICNC که مرحوم دکتر پیتر اکرمن درست کرد از بودجه شخصی خودش، مردی بود که در اولین سوپرمارکت اینترنتی رو درست کرد و پولدار شده بود، متمول بود، ولی بخشی از پولش رو به مؤسسه غیر انتفاعی ICNC اختصاص داد و در طی شاید نزدیک 20 سال که 21 دو سال که ICNC کار کرد، کارنامه درخشانی داره. کمک کردن آموزشی و تهیه فیلم های مختلف و مدارک، کتاب ها، ده ها کتاب. و من واقعا به فعالین توصیه میکنم به سایت ICNC برن، اگر انگلیسی میتونن بخونن که یک عالمه کتاب و مقاله و فیلم و اینها هست، و اگر هم فارسی زبان هستن، بخش فارسی ICNC نسبتا غنیه،
حقیر شاید از کسایی بودم که به کمک دیگران خیلی کتاب ها رو به فارسی ترجمه کردیم و مقالات رو برای سایت های سی ان سی در اختیار ایرانی ها قرار بگیره و مطالب یاد گرفتنی خیلی داره. من حالا خدمت های دکتر نوروزاده هم گفتم قراری گذاشتم با مسئولین فعلی آی سی ان سی، اینترنشنال سنتر فور نان وایلنت کانفلیکت، مخفف اینه مرکز بین المللی مبارزات در واقع بی خشونت، من ببینم اونها چه جور فیلم ها و چه چیزایی دارن، ارتباطات خوبی با فعالین کشورها، اونهایی که به پیروزی رسیدن یا در حال مبارزه هستن دارن، برم ببینم فیلم های اونها هم چیا هستش و بلکه بتونیم با همت های دکتر نوریزاده و دوست عزیزمون های شهدایی و دیگران بتونیم یک برگ سبزی خلاصه تحفه مبارزین و فعالین بکنیم از تجربیات کشورها و سعی کنیم هم که در هر برنامه یک نگاهی هم به شرایط ایران بیاندازیم و تحلیل کنیم حوادثی که در ایران میگذره هر هفته هر روز از منظر دانش مقاومت مدنی. حالا نمیدونم چقدر طول بکشه مقدماتش، ولی امیدوارم به زودی بتونیم این برنامه رو خدمت شما ارائه کنیم. با شوق کامل در انتظارش خواهیم بود. در این روزها که مردم ما واقعا به جان آمدن و اوضاع احوال کشور، این نکته جالب بهتون بگم که حتما شما ملاحظه کردید، این جلد اخیر خاطرات هاشمی رفسنجانی نشون میده که خامنه ای نه حالا اینجوریه، خامنه ای از همون زمان اصلاحات و شکل سیلی که از مردم میخوره شروع میکنه. و آدم جالبه براش، حالا برگردیم به اون زمان در نوروز اون سال، سال 79، اون حرفایی که به خاتمی زده یا در نماز جمعه گفته، توبیق کرباسچی و وزارت خارجه، یعنی اینا برای آدم جالبه که این مرد بجز بگیر و ببند و کشتار شعورش به جای دیگه نمیرسه. شما با نگاه به این خاطرات فکر میکنید واقعا رفسنجانی هم از اونجا دیگه حکم مرگ خودش امضا کرد به نظر میرسه اینجوری، و کتابم در هفتمین سالروز مرگش یا قتلش منتشر. ببینید رفسنجانی از نظر من قربانی زود هنگام جانشین شدن آقا مشتبه است، یعنی جزو کشتن او به دست خامنه‌ای به دستور او، و احتمالاً بعضی ها معتقدن روس ها هم دخالت داشتن، اگرچه آدم کشای اطلاعات احتیاجی به روسا ندارد، خودشون بعد کافی بلدن آدم بکشن، ولی به حال استاد به قول یه دوست ما میگفت این جمهوری اسلامی هرچی کلک و حق بازی و درویی در صدر اسلام بوده، تاریخ معاویه و امرهاس و غیره، اونا رو که یاد گرفته و خلفای بنی امیه و بنی عباس و غیره آورده به کار میبره، و به شوخی میگفت اینا این تاریخ رو نگاه میکنن که اشتباهات علی رو تکرار نکنن در نگه داشتن قدرت، اگر بشه اشتباه اسمش رو گذاشت، من که علی مرد اصولی بود. و هرچی هم که در تاریخ خودمون داشتیم، فوتها های دربارها و زد و بندها و غیره، اونا رو هم جمع کردن، و اگرم چیزی بلد نبودن از روسا و به خصوص همین طیف پوتین و اینها که کارشناس آدم کشی اصلا اینا هم یادشون دادن، بنابراین یک کلکسیون کاملی از حق بازی و آدم کشی و پشت هم اندازی هستن. و واقعا این شخص خامنه ای هم آقای دکتر نوریزاده، غیر از این که به نظر من شخصیت مریض و بیماری داره، آدم متوهم، بیماری معروف به بیماری شاهان یعنی پارانویا و بدبینی، در ایشون به حد اشباع و وفور وجود داره، به عالم آدم شک داره که تخت و تاجش رو ازش بگیرن و مشکوکه و بدبینه، به همه دنیا مشکوکه. غیر از اینها این آدم تمام ذوقش و هوش و حواسش پی امنیتی بازی و
نظامیگریه و تو امنیتیگری هم کسیست که معروفه که الان شنود مسئولین درجه اول کشور رو شخصا گوش میکنه، علاقه داره، گاهی در باز دستگیری زندانی های سیاسی سرشناس درست مثل یک افسر اطلاعاتی خودش میخواد که بازجوها در جریان جزئیات بازجویی بذارنش و سناریو به اصطلاح درست میکنه که برن با اون سناریو اون آدم رو شکنجه کنن، ازش اعتراف بگیرن. خودش در واقع پارسال دیدیم وقتی کار بهش سخت شد، جلسه بعد از اینکه سپاهی ها باش جلسه گذاشتن 13 دی ماه و دید که اوضاع چقدر بده، خودش اطلاعاتی ها رو جمع کرد، سران اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیرو قدس رو، و اونجا خودش بود که جمع بندی کرد و دستور داد که نه، آنچه که میگذره از مرحله 4 و به اصطلاح مرحله بحران و دستورالعملشون این است که شلیک مستقیم بکنن و کردن و با شلیک مستقیم بیش از 500 نفر رو کشتن و همین تعداد یا بیشتر رو هم کور کردن. بنابراین این تصمیمات همه از خودشه، کشتن هاشمی هم تصمیم خودش بوده و در جریان بوده و هاشمی به نوعی ولی نعمت خامنه‌ای و کسی بود که یک بار محمد هاشمی موقعی که رئیس رادیو تلویزیون بود و خامنه رهبر تازه شده بود، داشت انگولک میکرد ورش داره، هنوز زورش انقدر نبود که بتونه روی هاشمی رفسنجانی بیسته، برادرش از تلویزیون برداره، ولی دائما کارشکنی میکرد. برای من نقل میکرد که رفتم دیدن خامنه ای و گله کردم که خب شما اگه میخوای منو برداری خب بردار دیگه، دیگه چرا هی چوب لای چرخ من میذاری. ایشون گفته بود که نه آقای مثلا محمد هاشمی، این چه حرفیه میزنی؟ هاشمی من رو در دهه 40 وارد سیاست کرد، هاشمی من رو آورد تو شورای انقلاب هستن و هاشمی من رو رهبر کرد، این چه حرفی هستن؟ من با هاشمی سری سوا هستم و امکان نداره بخوام تو رو بردارم. من یادم هست وقتی محمد هاشمی که ما در انجمن اسلامی بهش میگفتیم محمد پدر، چون صندوق پستیش پدر بود اسمش، بهش گفتم پدر جان به نظر من شک نکن خامنه ای تو رو برخواهد داشت، مبادا گول این حرفاشو بخوری، و همونم شد. شد 6 ماه سال بعد محمد هاشمی رو برداشت، برای اینکه نقشه داشت وقتی به رهبری رسید میخواست دستگاه تبلیغاتی رو بگیره، خب گرفت. کیهان رو هم خاتمی رو برداشت، اطلاعات آقای دعایی کرنش کرد بهش و رادیو تلویزیون هم گرفت دستش، میخواست اطلاعات رو بگیره دستش گرفت و بعدم یه سازمان اطلاعات موازی درست کرد که الان سازمان اطلاعات سپاهه، میخواست منابع پولی رو دستش بگیره که با محسن رفیق دوست و فوراً گذاشت رأس بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام رو فعال کرد و اموال مردم رو گرفت و یه کارتل بزرگ اقتصادی درست کرد و قوه قضاییه فوراً آدم خودش رو گذاشت و بعدم شورای نگهبان و در واقع اصلی ترین منابع قدرت رو دستش کرد. و وقتی جنبش اصلاحات شد غافلگیر شد خامنه، یعنی انتظار نداشت که مردم بیش از 72% در واقع رو در روش بیستن، برای اینکه در واقع جنبش اصلاحات با زیرکی به مردم این پیغام رو داد که این رأی شما به خاتمی رأی نه به خامنه‌ایه، این رقابت بین خاتمی و ناطق نیست، بین خاتمی و خامنه‌ایه. و مردم واقعا به قول یک خبرگزار خارجی گفت این یه نو ووت بود، یه رأی نه بود به خامنه‌ای. خیلی جا خورد ولی به خودش مسلط شد و با توطئه چینی طی 2-3 سال آروم 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 سعی کرد که با مواضع قدرت، از همون جام بود که سپاه رو وارد سیاست کرد چون ابزار دیگه دستش نبود، و سعی کرد با تمام توانش و امکاناتی که داره جنبش اصلاحات رو با شکست مواجه کنه. از جمله یکی از دستاوردهای جنبش اصلاحات مطبوعات آزاد بود، مطبوعات که نسبتاً آزاد بودن، مردم استقبال میکردن، مثل روزنامه جامعه که
بندم به صورت ناشرش فعالیت میکردم و توقیف کردن، بستن و با این کارا در واقع یا با شورای نگهبان نگذاشت یک دونه لایحه در مجلس ششم که 200 تا نماینده اصلاح طلب توش بودن خلاف منویاتش تصویب بشه. آروم در واقع حرکت کرد. البته بی‌عرضگی خاتمی هم اصلا نباید فراموش کرد و یا سردرگمی کسایی که دورش رو گرفتن، اصلاح طلبایی که به نظر من دیر هنگام شدن اصلاح طلب پریدن دور خاتمی، اینها هم موثر بودن. ولی مجموعاً این جلد خاطرات هاشمی میگه من یادم همون موقع هم وقتی که پاره روزنامه نگارا به عوض خامنه‌ای به هاشمی حمله میکردن، یک شبی جایی بودیم، من به دوستان که اونجا بودن گفتم این کار اشتباهه، هاشمی مثل یه وزنه تعادل این وسط بذارید بماند بین خامنه‌ای که میخواد ریشه اصلاحاتو بزنه و اصلاحات بتونه نقش بازی کنه، هم این طرف کمک کنه هم اون طرف در باز باشه. بهترین در و پنجره ایست که میشه از اون طریق به خامنه‌ای فشار آورد. ولی متاسفانه یک دم تندروانه به جای اینکه خامنه ای رو هدف قرار بدن، شروع کردن به زدن هاشمی و خامنه ای هم از خدا خواسته در واقع. به صورت حالا ببخشید رفتیم روی تحلیل جنبش اصلاحات، ولی خامنه ای به صورت کسی بود و شاید یکی بزرگترین اشتباهات زندگیش رو اونجا کرد، به این وضعی افتاده که الان تنها یک طرف ایستاده، بیش از 92.3% مردم در مقابلش ایستادن و یک حکومت آدم کش قدار از ترس مردم هر شب باید به خودش بلرزه. می توانست اون مقطعی بود که با مردم آشتی بکنه و نکرد، برعکس راه خلاف رو رفت. متاسفانه دکتر سازگار، خوشحالم که شما به خطای اصلاح طلبان اشاره کردید. اون مجلس پر و پیمون اینا رو به اوهام انداخت، فکر کردن دیگه تموم شد، دستشون گرفتن و داستان مشروطه تکرار میشه بعد از استبداد صغیر. حواسشون نبود. آقا شما وقتی رفسنجانی رو با اون خفت خیلی بد بود، من یادم آقای شمس الواعظین تو روزنامه جامعه خود شما که بودین، ایشون اسم رفسنجانی رو گذاشته بود جزو تبلیغ و پوستش رو کندن. همین کسانی مثل آقای گنجی و دیگران که خیلی تندروی میکردن که چرا تو همچی آگهی رو چاپ کرد. و من شاهد یه صحنه بودم که دکتر نراقی تو جامعه بود و شمس واقعا پرپر میزد تو اون شرایط. حالا متاسفانه نتیجه هم این شد، هاشمی میتونست جمع کنه. منی که مخالف کل اینا هستم اینو دارم میگم، متاسفانه اصلاح طلبان خیلی اشتباه کردن. همون در مجلس این همه قدرت دستشون بود، هم قوه اجرایی هم قوه مقننه، و این بسیار باعث تأسف. باری نکته اصلی که خواستم باز اینجا با شما مطرح کنم، ببینید آقای دکتر سازگارا، حکومت عراق یه حکومتیش که به نوعی دومش به اینا چسبیده، حتی این آقای شیعه سودانی که یه مقدار میخواد از خودش استقلال رأی نشون بده، او هم تلاش میکنه که مغایر خواستهای جمهوری اسلامی کاری نکنه. اما اینا میرن به عراق حمله میکنن و کاری میکنن که عراق به شورای امنیت شکایت کنه. حتی آقای شیعه سودانی محمد شیعه سودانی نتونه کنه. بعد به پاکستان حمله میکنن، پاکستانی که دروازه قاچاق لوازم یدکی تمام هر چیزی که اینو لازم دارن بعد از اینکه امارات یه خود سخت گره پاکستانه. و حالا اینا چرا میرن به پاکستان موشک میزنن؟ میخوام توجیه این عمل اینا رو شما بگید. آیا واقعا اینا مثلا فکر میکنن با اسرائیل و آمریکا جنگیدن؟ خانه یه بازرگان محترم و آقای پیسو دزهی رو ویران بکنن، همسر فرزندانش و خودشو به قتل برسونن،
آی دکتر سازگار، نفرتی در عراق و در کردستان نسبت به رژیم جمهوری اسلامی الان ایجاد شده. دیروز من در یه تلویزیونشون بودم، حرف من نفرت انگیز از خامنه ای و رژیم میگفت. یعنی میخوام بهتون بگم چرا این کار رو میکنه. سیدعلی دیوانه شده، زده به سرش. چی میخواد؟ میخواد زودتر آمریکا، شما هم برای من گفتید آمریکایی‌ها الان دارن تعامل میکنن روی واکنش. چیه قصه؟ اینو لطفا شما بگید. بله ببینید، بذارید اول یه توصیفی من بکنم بعد عرضم رو میگم. اگر یکم نمای دور، چون نمای نزدیک اگر بریم داخل حکومت تار و پودش رو بخوایم نگاه کنیم، ده ها گروه مالی اقتصادی است که خیلی ریز باید بشه، ولی یه خود از دورتر که نگاه کنیم در کور اصلی حکومت، من وقتی میگم کور اصلی یعنی دستگاه های اطلاعاتی نظامی که در واقع سپاه و بیت رهبری، این ارگان ها سه گرایش الان وجود داره در یه دید کلا. یک گرایش، گرایشی است که رادیکال تر از حتی خامنه ای، حرفش این است که آرمان های انقلاب، مثلا الان چرا به اسرائیل مماشات میشه، حزب الله پس وسی موشک نمیزنه، یا باید تندتر عمل کرد یا غیره. شاید برآمد سیاسی اینها رو اگر بخوایم بگیم، مثلا جبهه پایداری ها یا سید جلیلی یا حرفایی که نقدی میزد در این وقت، ولی هستن از این آدما، اگرچه خیلی کمتره. یک بخش در واقع راسترند، اگر حالا اصطلاح چپ و راست درست باشه، کسایی هستند که تو هم دستگاه اطلاعاتی به اصطلاح امنیتی و سیاسی و نظامی عرض میکنم، معتقدند که ما اصلا توازن استراتژیک با اسرائیل و آمریکا نداریم و این جنگ افروزی ها، این تندروی ها، حتی مخالف جنگ افروزی هستن که خامنه ای در غزه کرد و منتقد مجتبا هستن، دفتر مرکز که درست کرده، یه در جمع کرده از لون نصفایی که مثلا شاید اگر بخوایم تو این طیف اسم بیاریم، فرض کنید عزیز جعفری که کنار گذاشته شد، از اینجور آدمان اینها. اینا خیلی هاشون هم چاق و چله شدن، پول هم دره بردن، زیر پوستشون هم آب رفته و نگران به خطر افتادن امکاناتشون هم هستن و ضمناً میدونن این روند که مردم اون طرف ایستادن، مثلا این رو وزارت اطلاعات خیلی گزارش پشت گزارش می نویسن برای خامنه ای که آقا اگه جنگی درگیر بشه با آمریکا که سهل، با اسرائیل حتی، مردم پشت حکومت وای نمیسن، مردم روبروش وای میسن، حتی ممکن استفاده کنن و اعتراض بکنن، هشدار میدن. یک جناح هم خلاصه این طرفه، مخالف این کارا هستن و در عوض بیشتر متمایلن به اینکه تنش زدایی بشه، دست کم با اروپا رابطه خوب شه، مثلا با همین چین خوب شه، و سیاخ بعد در دریای سرخ موشک بزنی که چینی هم صداشون در بیاد و غیره. یک جناح هم وسط این دوتا قرار داره که خود خامنه ای اینجاست، پسرش هم اینجاست، البته تو خود بیتش هم باز چند دستگیه، ولی سعی میکنه در واقع هم این تندروها رو راضی نگه داره، هم کندروترها رو، و موضوع سیاست ورزی هم براش اینیست که بین اینا تعادل ایجاد کنه، نذاره به تیپ و تاپ به خودش یا این و اون بزنن. من به شوخی میگم خامنه ای در واقع بین امام دوم شیعیان، امام حسن و صلح و نرمش قهرمانانه، و امام سوم، امام حسین و شهادت و کشته شدن و خون و خونریزی نوسان داره، شده امام دو و نیم، و ناچاره که این امام دو و نیم به دل این بره، به دل اون بره و کار بکنه. ببینید این در یه نگرش کلان الان وضعیتی که توی کره اصلی قدرت هست. حالا این حملات چرا شده؟ درون حکومت
که من قبول ندارم. گزارش هایی که از انفجار کرمان تهیه کردن درون خودشون گزارش هایی تر بردن میگن این کار اسرائیل بود و نمیخوان اعلام کنند برای اینکه مردم ممکنه بیشتر بترسن و یا اعتراف به ضعف خودشون گردن داعش انداختن و گفتن داعشه. اگرچه من معتقدم کار عناصری از درون حکومت بوده، ممکنه حالا اونا یه جاهایی با اسرائیل هم سر و سری داشته باشن، ولی 8 سپاهی که بازداشت کردن، شناسایی کردن، نمیدونم بازداشت کردن یا نه یا فرار کردن و نفوذیایی که بودن به هر حال ماجرا رو پیچیده میکنه. بنابراین درون حکومت این تصمیمی که عراق رو بزنن، منزل این تاجری رو که زدن، قویا معتقدن که مرکز موساد بوده و اقلیم کردستان داره به اصطلاح سرویس میده به موساد و پایگاه داره، مثلا جمهوری آذربایجان. بنابراین این رو به انتقام، ظاهرا انتقام کشته شدن صدرعظم موسوی، ولی در درون حکومت میگن انتقام مثلا کرمان. حالا چقدر راست بگن چقدر دروغ بگن واقعا نمیدونم. آیا واقعا مثلا این تاجری که کشته شده یا تاجر عربی هم که اونجا بوده، آیا اینا با موساد سر و سر داشتن یا نداشتن؟ ولی به هر حال توجیه هم، حتی اگر اونم باشه، توجیه نمیکنه به خاک کشور دیگه اینطوری حمله بکنی. شما دکتر سازگانه عزیزم، همینجا نگر دار. من راجع به این بازرگان سرشناس عراقی صحبت خواهم داشت بعد از درنگی کوتاه. باز میکردیم، با ما باش. دوباره این دوست قدیم ما عارف 80 سال سن، ماشالله راست قامت. و دکتر سازگاره، اینا یک ایرانی ها یه ویتامین خاص دارن، به خصوص هنرمندان ما. ماشالله عارف هنوز صدای استوار و سلطان، ایشون معروف سلطان قلب هاست و واقعا به قول عربا رشیق انیق، صدای بی‌نظیر و تکرار نشدنی داره آقای عارف. واقعا دید جالب، این انجمن قلم آمریکا محکومیت مهدی یراحی رو، این آوازخوان عزیز خوزستانی ما که هم به فارسی و هم به عربی میخواند و من بسیار دوستش دارم، بسیار مهمه. یعنی قدرت هنر نشون میده تا کجا میره. و خیلی باری برگردیم سر گفته هامون. شما پاکستان رو چجوری توجیه میکنید دکتر؟ عراق بی خودی بود، برای اینکه بنده این آقای دیروزم راجبه صحبت میکردیم، یک بازرگان بسیار مشهور با دنیا هم ارتباط داره. بعد آقای امیر عبداللهیان تو کنفرانس داووس میگه که بله ما قلب موساد رو زدیم، یعنی اربیل رو که بارزانی در اونجا قدرت داره و سالها به اینا خدمت کرده، دوستشون بوده. یعنی اینا واقعا حالیشون نیست، دوست و دشمن نمیشناسن برای ماجراجوی خود. حالا دارم خواهد پاکستان رو میگفتید که این وسط را پاکستان. ببینید این تصمیمه که روال کار توی حکومت این گونه است که عملیاتی را اگر میخوام بکنند یا از بیت رهبری، خود خامنه‌ای میگه برید طراحی کنید، یا خودشون میرن به اصطلاح طراحی میکنن، بعد میان اجازهش و فرمانش رو خامنه‌ای میگیرن. به هر حال او باید اینجور کارا رو موافقت کنه. تا اونجا که من فهمیدم این ماجرای حمله به عراق و پاکستان از سمت بیت گفته بودن این کارو برین طراحی کن، یعنی از اون طرف. چرا خامنه‌ای در واقع اینجوری چرخیده سمت این تندروهای حکومتش؟ برای اینکه به شدت داخل حکومتش مشکله، به شدت مورد انتقاد، یعنی باجیست که به این طرفی ها داده از یک طرف. از طرف دیگه ببینید بقای این حکومت های مثل خامنه‌ای، دیکتاتوری ها، اونم حالا از نوع ایدئولوژیک یا اینجور تمامیتگرای توتالیتر، این مستبد دینی حاکم بر این است که مردم باید بترسن. دستگاه امنیتی او و دستگاه سرکوبش باید یک لولو خورخورهی باشه که مردم از ترس
جرأت نکنن اصلا مخالفت کنن، وگرنه اگر مردم قرار باشه قدرت خودشونو باور کنن، پیپل پاور، قدرت مردم، وقتی هیچ حکومتی نمیتونه باشون مقابله کنه. این ماجرا بعد از انفجار کرمان که حالا هرچی هم گفتن بدتر شد، یعنی گفتن 60 تا نمیدونم ما خونسا کردیم، شب قبل نمیدونم 30 تا بمب گرفتیم، شبکه رو میشناسیم، این هی بدتر شد. خب مردم گفتن شما که میشناختین چرا بچه های مدرسه رو برداشتید بردید؟ چرا اصلا این مراسم رو گذاشتید وقتی ولو چند درصد احتمال انفجار بمب میدادید؟ هی هرچی گفتن این تبلیغات بدتر کرد و عموم مردم هم به نظر من به حق برداشتشون از که این کار خودشون بوده، خودشون به معنی که از داخل خود حکومت بوده. بنابراین باید این کارم بکنن که این قدر قدرتی به اصطلاح دستگاه امنیتی هم خدشه‌دار نشه، بگن ما انتقام میگیریم، میزنیم، میکشیم، شیر میگیریم، پلنگ میکشیم و غیره. این دوتا عملیات، حالا اونی که در سوریه انجام دادن، ادلب که مثلا نمیدونم اونجایی که گفتن مال تحریر شام، نمیدونم مال داعش اصلا چیه، واقعا سوریه حالا دیگه اونم اعتراضی نمی کنه، خودشون میدونن. ولی این دو کشور رو به قیمت فدا کردن دیپلماسی، برای اینکه به فرض جیش العدل از داخل پاکستان بیاد و کار تروریستی در ایران بکنه، چیزی که خب مولوی عبدالحمید هم محکوم کرد و واقعا محکوم کار تروریستی، مسیر دیپلماسی رو باید طی کرد. یعنی باید به دولت پاکستان اول سفیرش رو احضار کرد، بعد شکایت کرد، بعد خواستار این بشید که این پایگاه اینا رو بر بچینید، اگر به خصوص کشوری که باهاش روابط خوب داری، تجارت داری، رفت آمد داری، یک مرتبه نمیشه از بالا سر حاکمیت یک کشور بری داخلش عملیات بکنی. اون آمریکاست که میتونه بره اسامه بن لادن، اونم اسامه بن لادن رو داخل خاک پاکستان بزنه و بیاد، و معذالک پاکستان همون موقع به آمریکا هم انتقاد کرد و اعتراض کرد، ولی خب بالاخره حالا آمریکا زودم بن لادن دیگه، حالا همه دنیا دنبالش بود. نه اینکه شما موشک بزنی داخل یه پاکستان، همین الان خب پاکستان سفیرش رو احضار کرده، سفیر جمهوری اسلامی رو در واقع بیرون کرده، گفته نه یا سطح روابطش دیپلماتیکش رو کاهش داده و شاکیه و بده بسونایی هم که دارن ممکنه که متوقف کنن. ضمن اینکه اگر تنش بالا بگیره، قدرت ارتش پاکستان هم باز ما در ایران باهاش توازن استراتژیک نداریم، نیروی هوایی و امکاناتی که داره زورش به جمهوری اسلامی میرسه. پاکستان خودش رو همتراز و عدل هندوستان میبینه در درگیری با عراق هم که همجور که اشاره کردید. خب اگر به فرض هم این باشه، شما باید اول مسیرهای پله های دیپلماسی رو طی کنی و نهایتا بری شکایت کنی به سازمان ملل که آقا اینجا پایگاهیش علیه من کار میشه. در مراحل آخر اونم عراقی که همین آقای السودانی کلی سر و سر داره با جمهوری اسلامی و یا دولت اقلیم دائما سعی کرده، به خصوص آقای نجیب بارزانی که دائما به اصطلاح دوستیشو داشته باشه، بده بسون رفت آمد، یک مرتبه برداری موشک بزنید به خاک یک کشور دیگه، خب معلومه تنش میشه، میرن شورای امنیت شکایت میکنن. به هر حال اینها به نظر من جزو اقدامات نسنجیده است که خامنه‌ای دست پاچه به دلیل تنشی که در درون حکومتش است و نگرانی که داره که مردم انگشت اتهام رو گرفتن و میگن شما که همه چی رو فدا میکنید، میگید عوضش امنیت داریم، عرضه امنیت برقرار کردن هم نداریم و تبل تو خالی هستیم. این دو اقدام به نظر من انجام داده، موضوعی که قطعا به زیانش میشه، یعنی تا همینجا هم زیان داشته. دکتر یه چیز جالبی که من دارم، پاکستان با لحن بسیار تندی سفیرشون رو گفته بر نگرده و سفیرش رو فراخ خوانده. دولت عراق هم همینطور، ببینید، یعنی سید علی آقا برای خودش 10 تا جبهه باز کرده، یکی دوتا نی. الان مسئله حوثی ها دریای سرخ
حمله که به یک کشتی امریکایی شده اخطار به حوثی ها داده بوده. سوال من از شما اینه دکتر، در واشنگتن چه خبره؟ با این قضایی چه نوع تعامل میکنه؟ آیا آقای بله. جو بایدن بله. باز میخواد چشو ببند و این برای صورت هم بگیر یه سیلی دیگه بزن؟ چی کار میخواد بکنه در برابر جویی های جمهوری اسلامی؟ خیلی سوال مهمیه، برای اینکه ببینید امریکایی ها با 11 کشور که ائتلاف داشت، فرانسوی ها آخرین لحظه رفتن بیرون، آقای مکرون هم گفت ما نخواستیم مشارکت کنیم چون هر نوع درگیری تنش رو بیشتر میکنه. حالا به نظر من بهانه آوردن، ولی امنیت دریای سرخ به نظر من آقای دکتر از این دو ماجرایی که در عراق و پاکستان اتفاق افتاد خیلی مهمتره. 15% به روایتی 20% کل تجارت جهان از دریای سرخ و باب المندب رد میشه و 8% انرژی جهان، نفت و گاز دنیا از اونجا رد میشه. بعد تمام تجارت اروپا با شرق دور، در واقع از هندوستان بگیرید تا تای ژاپن و چین و غیره و اندونزی، باید از اونجا رد شه. درسته که بدیلش این است که برن از اون طرف از تنگه جبل الطارق برن بیرون، کشتی‌ها و آفریقا رو دور بزنن بیان، که تقریبا 3 هفته طول میکشه، ولی دست کم مثلا $3-4 روی قیمت حمل میگذاره. به هر حال این آبراه یکی از 4-5 نقطه استراتژیک عالمه. باب المندب ناامن کردن اون یه چیزیست که طرف حسابش اونور دنیاست. میگم تا صدای چین در اومد و وقتی امریکایی ها اخطار کردن و زدن مواضع حوثی ها رو، گفتند که ادامه اگر بدید ما شدیدتر میزنیم. من خبر دارم که اتفاقا دوباره نشستن سپاه، الان اصلا اونجاست، عملیات این کارو با سپاهه و یه خط لوجستیک هم درست کردن، از خلیج فارس یاد گرفتن، میان دریای عمان و دریای عرب و خلیج عدن و میرسن به 1000 کیلومتر ساحل یمن و دائما تجهیزات میان. بیش از 1/3 توان استراتژیک جمهوری اسلامی در بیرون از مرزش الان در یمنه. هرچی هم میزنن از ایران، از زرادخانه ایران برمیدارن میبرن، پول مردم ایران هم. چون امریکایی ها مثلا خیلی لانچرای سکوهای پرتاب موشکای اینا رو زدن، بلافاصله باز میبرن، که همین پیروز گفتن یک کشتی رو توقیف کردن توی خط لوجستیکی که از ایران برقرار کردن به یمن. یعنی در واقع همه دنیا میدونن که در واقع این حوثی ها نیستن، این جمهوری اسلامی که داره در دریای سرخ و باب المندب مشکل ایجاد. در واشنگتن که میگید، همون موقع که اون اطلاعیه رو امریکا داد، سنتکام طرحایی که تهیه کرده روی میز رئیس جمهور امریکا این است که بعضی از این طرحاشون، تا اونجا که من میدونم، طبیعتا جزئیات رو ماها نمیدونیم ولی در محافل واشنگتن آدم میشنوه، تا اونجا که میدونم این گزینه رو بررسی کردن، عملیات براش دارن، روی میز رئیس جمهور امریکاست که باید یک درس ادبی به جمهوری اسلامی داده بشه و اگر نه ادامه خواهد داد. این درس ادب البته قطعاً مرکز نظامی رو خواهند زد. من اون بار عرض کردم از نظر من مثلا وقتی نگاه میکنم برای امریکایی آب خوردن که فرض کن پهپادسازی اصفهان رو یا مرکز تولید موشک یا حتی سیلوها یا مرکز اتمی یا پادگان سپاه رو یا نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس رو که اونجا هستن ظرف چند ساعت ویرانش بکنن. بله، بعد از جنگ یادمونه، بعد از جنگ با عراق در عرض 3 روز آمریکا نیروی دریایی ایران نابود کرد، یادمونه. بخواد بکنن بله، برای اینکه خب اصلا توازن استراتژیک نداره. الان موشک، الان این زیردریایی اتمی که جزء افشا کردن که در ناوگان ناو هواپیمابر زیردریایی اتمی هم هست، حالا نگفته بودن، اون این توانایی رو داره از زیر دریا موشکایی رو شلیک بکنه که میاد بیرون که تا بردش تا مسکو میرسه از دریای عرب یا دریای عمان. بنابراین بخوان بکنن هیچ کاری براشون نداره.
این تصمیم رئیس جمهور امریکا که آیا چون نظامی های امریکا حق دخالت در سیاست ندارن، فقط گزینه های مختلف رو تهیه میکنن میذارن تصمیم سیاسی رو بعد رئیس جمهور غیر نظامی بگیره. و الان آقای بایدن، طبیعتا آقای بایدن مثل هر رئیس جمهور دیگه ای، پنتاگون وقتی یه چیزی رو بهش میده که اینجا در واقع سنتکام مسئوله و تهیه میکنه میده، باید با شورای امنیت ملی، با وزارت خارجه و با CIA، سه ارگان دیگه ای که در تعیین سیاست خارجی امریکا هستن، مشورت بکنه و نظر اونها رو هم بگیره و نهایتا باید خودش دست. الان آقای بایدن زیر فشاره، از دو طرف زیر فشاره، یک طرف راستهای حزب جمهوری خواه کلن، حتی راستش نه، چپ و راست حزب جمهوری خواه بهش انتقاد میکنن که تا کجا میخوای مماشات کنی در کنگره، در بیرون از کنگره. یه طرف داخل حزب خودش هم بخشی در واقع بهش اعتراض دارن که تو این مماشاتی که داری میکنی، این جمهوری اسلامی تا تو سری نخوره، دو تا کشیده نخوره، سر جاش نمیشی و روزی 10 میلیارد دلار دست کم خسارت تجارت جهانی از قبل همین ناامنی در دریای سرخ، تنگه هرمز، تنگه باب المندب، ضمن اینکه مصر هم کانال سوئزش میخوابه، بندر اسرائیل هم میخوابه. بنابراین این رو من تا اونجا که میدونم، این هفته ای که توش هستیم، آقای بایدن جلسه ها پشت جلسه داره برای اینکه این رو تصمیم بگیره. چه تصمیمی خواهد گرفت نمیدونم، بایدن شاید هیچ که ندونه، بالاخره او باید نهایتاً فرمان رو صادر کنه. ولی اگر بپذیره که درس به اصطلاح ادبی به جمهوری اسلامی بدن که دست بردار از آتش افروزی در دریای سرخ و تنگه باب المندب، اون وقت فکر میکنم که شاهد یه مرحله جدیدتری در این تنش آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه خواهد. به هر حال از نظر من خامنه‌ای برای حفظ خودش از یک طرف، و از طرفی هم باج دادن به اون تندروترهای درون حکومتش و نگرانی که از مردم داره، داره پشت هم کارهایی رو میکنه از آتش افروزی جنگ غزه تا الان که قدم به قدم کشور ما رو به بحران نزدیکتر کرده و میکنه. و اتفاقا فکر میکنم این کارهایی که داره میکنه نه فقط درون حکومتش رو التیام نمیده، بلکه اختلافاتی که هست رو تشدید میکنه و در سمت مردم هم فکر میکنم نه فقط مردم رو باهاش آشتی نمیده، بلکه به شدت به نگرانی مردم میافزاید و سفارایی مردم در مقابل خودش شدیدتر میکنه. حالا باید دید که چه اتفاقی میفته دیگه. پیشبینیش سخته، برای اینکه دیگه رسیده به مرحله تصمیم گیری یک نفر دیگه، اونم رئیس جمهور امریکا. در واقع دکتر سازگارم، این اقدام ناشایستی که جمهوری اسلامی کرد، در واقع برای اینکه بگه ما هم تو این بازی هستیم، سنگین براش تمام خواهد شد، به خصوص که الان متحدش عراق رو هم آلوده کرده و ناچار کرده عراقی‌ها واکنشش رو، و پاکستان هم که خیلی عصبانیه، چون برای پاکستان شما با موقعیتش، قدرت نظامیش، سنگینه که جمهوری اسلامی بهش موچک شلیک کنه. بله. پاکستان هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب روابط نزدیکی با ایران داشت. الان با دولت موقت و شرایطی که پاکستان داره، این ضربه، منم مثل شما معتقدم که این ضربه بدون پاسخ نخواهد. بسیار ازت ممنونم، ما وقتمون تموم شد، ولی این مژده رو به بینندگان عزیزمون دادم و بدیم که این برنامه به زودی مشاهده خواهید کرد به صورت یک برنامه کامل. شما دنیا رو هم ببینید که چجوری از شر آدم خوران رها شدن. شما هم میتونید، حتما میتونید. امسال سال دیدار است، باید دل پر امید رو بشیم با آقای سازگارو بیایم دکتر توی خیابون نادری قدم بزنیم، تو خیابون شارزا قدم بزنیم، بریم جلو دانشگاه و گونه های عزیز شما رو ببوسیم.
ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست نازنین دکتر محسن سازگارا تا دیدار بعدی در پناه پرورد. Thank you.